بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و من تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اما بعد، بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه دیدار ویژه، و در ادامه دیدارهای قبلی باز هم در خدمت استاد بزرگوار محمد باقر سجودی هستیم. سلام استاد. سلام و رحمت الله برکاته. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و سپاس برای خداست که توفیق داد که در خدمت شما باشم. سلامت باشید. بینندگان عزیز، همان گونه که در قسمت‌های گذشته متوجه شدید، ما در مورد چگونگی تغییر فکر در مذهب شیعه و اسباب اون، و یا چگونگی ترسیخ افکار شیعه در اذهان بسیاری از پیروان اونها، و اینکه پایه‌ها و اصول این مذهب در سالهای اخیر و به ویژه در چند سال اخیر با توجه به انتشار بیش از اندازه علم و صنعت و تکنولوژی و همچنین رسانه‌های مدرن روز و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و ماهواره موبایل و انواع شبکه‌های ارتباطی بین انسان‌ها، ارتباط‌های جدید، باعث شده که پایه‌ها و اصول مذهب شیعه متزلزل بشه و بسیاری از حقایقی که برای توده مردم پنهان مانده بود امروز آشکار بشه. و استاد بزرگوار در این زمینه توضیحات بسیار زیبا و شفافی رو ارائه دادن. اما بر بگردیم به خودتون استاد بزرگوار، چون از هر چه بگذریم سخن خودتون خوشتره. ماله. که چگونه یا چه باعث شد که شما از مذهب اهل تشیع دست بکشید و تغییری بسیار حساس و مهم و حیاتی رو در زندگیتون به وجود بیارید؟ این سوال بهتر بود جناب آقای عباس اینطوری مطرح میشد که چه باعث شد شما به مذهب اهل سنت اومدید، چون که از مذهب شیعه میلیون ها نفر دست کشیدن، اونایی که ملحد شدن. آره، درسته یا نه؟ یعنی یه چیز ظاهر، یعنی کمی نیست، یعنی به اصطلاح نادری نیست که کسی مذهب شیعه رو ترک کنه. همه حالا هم میلیون ها ایرانی مذهب شیعه رو ترک کردن که اروپا و آمریکا رفتن. حتی بهشون بگی شما مسلمان بودید، تو سوئد من یادمه که اعتراض کردن که چرا اسم ما رو تو مسلمان ها مینویسی، ما که مسلمان نیستیم، ما پدر ما مسلمان بوده. پس شیعه مذهب رو ترک میکنن و دارن خیلی حالا دارن مسیحی هم میشن و اکثریت هم ملحد میشن. اما من خودم حالا سوال رو جواب میدم که چرا مذهب شیعه رو ترک کردم و اهل سنت پیوستم. اول که چرا ترک کردم، اونم یک سوالی است. به همون دلیل که اون میلیون نفر ترک کردن. اونها ببینید، وقتی ما اون وقتا که ما جوان بودیم دوره کمونیستا بود، کمونیستا میگفتن ما میگفتن آقا امام شما غیب میدونه، خب مثلا چرا انگور زهرآلود خورد؟ آره، ما چرا خورد؟ و ما میگفتیم آقا اینا تو کتابای ما نوشته، ننوشته، اینا عوام میگه. باز که کتاباشو دیدیم کتابا بدتر از عوام نوشته. لذا ما همین سوال رو مطرح کردیم از علما، جواب نتونستم بدم. و ما یعنی بنده رو عرض میکنم مذهب شیعه رو ترک کردم، منتها من یک چیزی رو خداوند به من کمک کرد. من قرآن رو که نگاه میکردم این عقاید شیعه توش نبود، همین صفات مثلا بالایی که به امام ها میدادن یا صفات دیگه، حرفای دیگه ای که میزدن، هر چیزی که شیعه داشت من در قرآن نمیدیدم. لذا قرآن پیش من اعتبار خودش از دست خلاف اونم میدیدید؟ بله، طبعا خلافش میدیدم، اما در خود قرآن به اصطلاح عرضم بزرگتون که اعتبارش پیش من از دست نداد. و این یک سرنخ شد. بنده البته قرآنی شدم، باز که با برادران اهل سنت روبرو شدم و یعنی چند سالی طول کشید تا قبول کردم. پس یک علتش همین بوده که آقا امام که امام اگر غیب میدونه پس چرا این انگورو خورده؟ فرض کنید یک سوال ساده، خب از غیب باید استفاده میکرد، دشمن شکست میداد، چنین علم عظیمی پیشش بود، باید اصلا اون هارون الرشید ازش فرار میکرد. باید خلفای عباسی، چون که من الان غیب بدونم کی حریف منه؟ بدونم که پلیس پشت در مثال، میدونم رای دیگه میرم، اگه بالاخره هزار راه برای من هست. غیب یک علم عظیمه.
این باعث شد که ما مذهبشون رو ترک کنن و امثال این یکی مثل این نبوده، شرکی که دارن و کاراشون که خلاف فطرت، یعنی مثل این زیاد بوده که باعث شده بنده ترک کنه. یعنی اون تناقضاتی که در مذهب شیعه وجود داره و اون در واقع تناقضاتی که با دین مبین اسلام و با قرآن وجود داشت باعث شد که شما را از این دین و از این مذهب دور بکنید. من خلاصه خدمتتون عرض کردم که حالا 30 اندی سال گذشته که ما این مذهب ترک کردم، خواستم تو خلاصه بگم که کلیدی که جرقه اساسی از کجا به اسلام خورد به زندگی من که خرمن شرک و آتش زد و بنده موحد شدم الحمدلله و مذهب اهل سنت رو قبول کردم الحمدلله. حالا در زمینه علم غیب، بله، خب چرا اینا علم غیب رو نسبت میدن به امامشون؟ خب همین تضادی که یا همین اشکالی که شما طرح کردید، خب بله. امام علم غیب میدونست و انگور زهرآلود رو خورد، خورد. بله. خب اگه بهتر نبود نمیگفتن که علم غیب داره تو با این مشکلات مواجه نمیشدن برام؟ حالا بهتر نه نمیتونم آقای عباسی، اینها اساس مذهبشون به این است که امام علم غیب بدونه. اصلا این مذهب که مذهب شیطان به وجود آورده، این مذهب مذهب ائمه نیست، مذهب حضرت علی نیست، مذهب امام رضا نیست. ببینید اینها مجبورن به امام علم غیب نسبت بدن، نه برای اینکه تو دنیا ازش استفاده کنه، برای اینکه مردم برن ازش حاجت بخوان. چرا که شیطان قسم خورده مردم رو به شرک ببره. شما ببینید اگر اینا بگن امام علم غیب نداره، خب با آقا نمیره سر قبرش، میگه این که تو زنده بود انگور خورد، من برم سر قبر چی ازش بخوام؟ این من چی میشناسه؟ این انگور جلویشو نشناخت. لذا اینها مجبورن که به اصطلاح به ائمه علم غیب نسبت بدن ولو که دوچار تضاد بشن، چون که اگر ندن علم غیب دینشون از بین میره دیگه، ما با اینا اختلافی نداریم، چون که علم غیب یک تتبعاتی داره، پشتش باید بری سر قبر از اونها حاجت بخوای. شما میخواید مذهب شیعه از این حاجت خواهی از قبرها دست برداره؟ این ناممکنه. یعنی اینا به هم مرتبطه کاملا، یعنی یک سلسله به هم چسبیده. بله، غیبو نمیتونن از ائمه بگیرن ولو که دچار تجارت. خب چرا قضیه مثلا خوردن انگور رو مطرح کردن؟ خب اونو نمی آوردن. مثلا این روایت ساختگی رو پیچ میکنی. ببینید ها، اونم اصل ساختگیه، یعنی ائمهشون زندگی به اینطور نیست که به اصطلاح زهر خورده باشن یا مثلا کشته شده باشن، خودشون به مرگ خودشون مردن، هر انسانی میمیره. منتها این که چرا این حالا اینو ول نمیکنن؟ آخر ببینید یک دروغ گفتن نمیدونن چجوری اصلاحش کنن. حالا این ائمه بازم علم غیب داره، حالا انگورم نخوره، بهش میگم آقا علم غیب به چه دردت خورد؟ تو حوافه ما داری، چرا معذرت میخوام سوار خر میشی را میری؟ زبان ساده دارم عرض میکنم، چرا سوار حوافه ما نمیشی؟ لذا اینا مجبورن بگن که آقا ائمه ما مظلوم بودن، کشته شدن، یک داستانایی بفهمن که اصلا مردم رو احساسی کنن. ولیکن اگر راستشه بخواید، واقعا این سوالی که شما مطرح کردید سوال من هست، اگر اینا انسان عاقلی باشن یا اینو ول میکنن یا اینو ول میکنن. بالاخره من سخنگوی اونا نیستم، این سوال شما رو باید اونا پاسخ بدن. من پوزش میدم، خواهش میکنم. به هر حال با توجه به تجربه شما که به هر حال، یعنی والا با همه تجربه‌ای که دارم من نمیدونم این سنگی که این دیوانه‌ها به چای انداخته چجوری درش بیارم. واقعا من نمیفهمم که چرا باید علم غیب به کسی نسبت بدی در این حال از پشتی که بیاد رو شمشیر بزنه اون جا خالی هم نده. آره، علم غیب به یکی نسبت میدی میره صحرای کربلا یک لیوان آب با خودش نمیبره. بابا من که میخوام به سفر برم یک بشکه آب با خودم میبرم که بدونم آب نیست. باز زن بچه رو همراه خودش میبره، زن بچه رو همراه خودش میبره، باز اونجا دشمناش برای چا کندن. این چه علم غیبی است؟ از اون بهتر بود که علم غیب نمیداشت، مثل یک مفسر سیاسی حضرت حسین رضی الله عنه تحلیل سیاسی هم میکرد بهتر میتونست کار کنه. وای به حالی که آدم علم غیب داشته باشه. لذا واقعا سوالای شما جواب نداره، اینو باید شما یکی از اونا رو برید اینجا بشونید که براتون جواب بده. حتی یعنی قضیه ولایت تکوینی استاد بزرگوار دوباره همین تناقضات رو درش، مثلا قضیه ولایت تکوینی، خب اگه طرف ولایت تکوینی داره خب چرا با این مشکلات مواجه شد؟ چرا این همه مظلوم واقع شد؟ چرا این همه بهش توهین شد؟ به همسرش نعوذ بالله توهین شد، کشتنش شد، از این ولایت تکوینیش استفاده نکرد؟ دقیقاً این تناقضات در همه عقاید اونها وجود داره. شما ببینید اصلا امام ها اینا غیر از بعد از حضرت حسن، حالا امام صادق مثال یک علمی داشت اما بازم کتابی ندارن. امام صادق هم یعنی در سطحی نبودن، آدم با حق بگه امام تقی یا امام نقی، مثلا از امام دهم یا یازدهمشون فقط این داستانو دارن که تو کوچه بازی میکرده مأمون رفته ایشون داشته بازی میکرده نترسیده، برگشته ایشون داشته بازی میکرده نترسیده. خب این امام 8 ساله این هنرش بوده، امام یعنی هنرش بوده که تو کوچه بازی میکرده، دیگه چیزی دیگه ما ازش نخوندیم. لذا اینا مجبورن دیگه از خودشون یک صفاتی بهش نسبت بدن
و در ضمن زود از دنیا ببرنشون. یعنی چیزهایی که یعنی واقعا هر انسانی که فکر کنه. ولی مسئله این است که همین عرب‌ها یک مسئله دارن که حق احتیاج به حلقوم داره، یکی باید باشه این حرفا رو بزنه. ما که الان داریم این حرفا رو میزنیم در خطر هستیم، همین حالا هم که ازشون دوری، وای بار کسی که داخل باشه این حرف زور میزنه علمای شیعه، اما اجازه نمیده شما جوابش هم بدی. اگه جواب دادی وهابی میشی، مستحق مرگ میشی، کوشش هم میکنن که شما رو بکشن. بله. یعنی مفسد فی الارض و نمیدونم محارب و نمیدونم، عملا هم کوشش میکنن که بکشنتون. بله. برگی عوض که جواب بدم. الان این چیزی که شما مطرح کردید، من میخواستم بگم که حالا شما گفتید در مورد نمیدونم امام 11 هم گفتید که کوچیک بوده و به هر حال تو کوچه بازی میکرده. امام 10 هم بوده بنظرم. امام 10 هم. خب اینو همین تعبیر شما، همین گفته شما، خیلی ها میگن او فلانی توهین کرد فلانی، و خودشونو دارم میگم ولی به زبان میگم که مردم متوجه بشن. اون میگه حضرت امام تو کوچه بازی میگرد، من میگم بچه 8 ساله تو کوچه بازی میگرد. همونه دیگه، یک حرفه. متاسفانه یکی از مشکلات شاید این باشه که اینها یه قاعده، یک اصولی هست که علمای اهل سنت میگن، میگن که اهل سنت یستدلون ثم یعتقدون، یعنی اهل سنت استدلال میکنن، ادله رو میارن، پس از اون که ادله رو دیدن حالا عقیده خودشون رو بر ادله بنا میکنند، عقیده رو پایه‌ریزی میکنند بر اساس اون دلایلی که در قرآن و سنت هست. اما اهل بدعت میگن، اهل البدعه یعتقدون ثم یبحثون عن الدلیل او یستدلون، یعنی ابتدا عقیده خودشون رو میگن، حالا میگردن دنبال دلیل که آقا دلیلش کجا بود، این حدیث رو نمیدونم بساز، این روایت ساختگی رو جعل کن، نمیدونم این آیه قرآن رو تحویل کن، نمیدونم به قول به اصطلاح عرب زبان ها میگن که گردن نصوص رو تغییر میدن. ببینید فرمایشتون کاملا صحیح متین، ولی یک نکته رو من در پرانتز عرض کنم که اونها به ما تهمت میزنن که ما با اهل بیت دشمنیم، ولیکن در حقیقت یکی از صفات مذهب شیعه دشمنی با اهل بیته. اهل سنت، من اونی چیزی که دیدم، یعنی پیش من اگه بگن که شیعه با سنی چه فرقی داره، میگم سنی دوستدار اهل بیته، شیعه دشمن اهل بیته. چرا؟ آقا من به شما میگم، ببینید حتی شما میگید چرا، در حالی که حتی این چرا گفتن برای من تعجب آوره. شما در یه خونه 20 نفر هستید، من بیام آقا مثلا شما آقای ماجد عباسی بزرگ یه خانواده هستید، 40 نفر تو اون خانواده است، من میام دو نفر همینطور بالا میبرم میگم اینا بهترین مردم بودن، دست پاشون میبوسم، به سال برایشون خونه طلایی میسازم، اون 38 نفر دیگر فوش میدم. خب معلوم است که من دوستدار اهل بیت شما نیستم. اهل بیت پیغمبر فقط که یک حسن و فاطمه و علی و حسین رضی الله عنهم نبوده، خب دو تا دخترای که زن حضرت عثمان بودن، زینب دختر بزرگ، شما اهل بیت پیغمبر دختراش دیگه، حتی فرزندان حسین، فقط اینا فرزندان حسین، فرزندان حسن کجا رفتن؟ امامه مثال حضرت امامه دختر نوه پیغمبر بوده که زن حضرت علی هم شده، یعنی دو طرفه باید شیعه ازش احترام کنن، اسمش هم نمیارن. بله. پس اینا دوستدار اهل بیت نیستن، اینا دروغ میگن، ولیکن از بس این دروغ بزرگ کردن که حتی شخصی مثل جناب آقای ماجد عباسی هم میگه چرا فکر میکنی که اونا واقعا دشمن اهل بیت هستن. ما به ما گفته شده، شما هم ابن تیمیه که بزرگترین، اینا میگن بزرگترین دشمنه اهل بیت، همین میگه ایشون، من تو کتابش خوندم منهاج سنه، میگه ما اهل بیت رو دوست داریم چون که معتقد هستیم به خاطر دوست داشتن اهل بیت خدا به ما اجر میده و حق هم هست، الله به ما به خاطر این اهل بیت، چون که ما اهل بیت به خاطر پیامبر دوست داریم، به خاطر خودش که دوست نداریم، و میگیم این از نسل پیامبر دوستشون داریم. بله. و پیامبر برای چی دوست داریم؟ به خاطر اینکه پیغمبر دین اسلامه، پس اجر میگیریم ما. بله. به خاطر نیتمون. حالا شما اسم کتاب منهاج السنه رو بردید. بله. بنده شنیدم که از این کتاب هم استفاده کردید و تأثیر پذیرفتید، اگر در این زمینه هم در ابتدای تغییر، در ابتدای تغییر، نه آقای من شنیده شما درست نیست متاسفانه، یعنی هرگز منهاج سنت من نخوندم، من کتابایی که اول از اینو کی تو ایران بود، اینا از برکت بعد از چیزه، من که مقالات خیلی کوتاهی رو در مجله به نام رنگین کمان خوندم که این مجله اول دنیای علم اسمش بود، که آقای برغی می نوشت، آقای طباطبایی می نوشت، آقای تقوی یا نقوی، حالا اسمش یادم رفته، خصوصا اون می نوشت، اونا بیشتر در دفاع از حضرت ابوبکر و عمر می نوشتن، متوجه هستید؟ بله. من اونا رو می خوندم در مقابلش، اون یک تریبون آزاد بود، اوایل انقلاب، قبل از انقلاب، قبل. توجه کنید قبل از انقلاب یک مجله بود به نام رنگین کمان، اسمش هم یادم، دکتر میمنی نژاد رئیسش بود، پان ایرانیست بود، اما دو صفحه به نام تریبون آزاد گذاشته بود که مذهبی ها و سنی ها، مذهبی شیعه و سنی ها یا مقرانی ها با هم
بحث میکردن. اون بحث ها زندگی منم عوض کرد، چون می دیدم دلایل اونا همیشه قوی تره. و جالبه وقتی که شاه ایران اومد تسلیم شد به اینجا، تا شما متوجه بشید که چقدر برای شیعه مسئله اهل سنت مهمه. انقلاب به این بزرگی تو سال 57 اتفاق افتاده، تو سال 57 شاه اومد یکم عقب نشینی کرد. میدونی چیکار کرد؟ یکی تاریخ شاهنشاهی رو که کرده بود 2535 بل. دوباره کرد 1355 بل. یکی دیگه مجله رنگ کمان رو بست، یعنی درخواست علمای شیعه رو فهمیده بود که چی میخوان. چرا رنگین کمان؟ یعنی رنگین کمان یک مجله زن روز نبود که مثال، یا مجله این هفته نبود که مجله سکسی باشه مثلا، یک مجله علمی بود. ولیکن دو صفحه تریبون آزاد داشت که در اون منکر بود، بعضیا می نوشتن که ما منکر امام زمان هستیم. علمای شیعه این براشون مهم بود، به شاه گفتن که اینم میبندی. شاه تحقیق کرد که شما از من چی میخواین. علمای داخل بله. خمینی قبول نمیکرد اصلا شاه رو، اما علمای داخل گفتن شما این کارا رو بکن، چرا تاریخ عوض کردی؟ حزب رستاخیز مثلا از بین ببر. کنار اون چیزای کوچیک، چیزای بزرگ بله. تریبون آزاد دو صفحه اینم بستن تا شما و بینندگان بدونند که علمای شیعه چقدر حساس هستن به مسئله آزادی بیان در مورد اهل سنت. این میدونن دیگه، میدونن که آقا چیز ما تقلبیه. این داستان مثل داستان همون آقایی است که توی ده رفته بود و کلاش بود، کلاه بردار بود، باز یک عالمی اومد و مردم درس میداد. این که آقا شما فهمید که دیگه دکورش باز میشه، به این بگو مردم ده بی سواد بودن، بهشون گفت عالم بگو بنویسن ما، بنویس مار. اون نوشت مار، گفت با این شکل مار کشید، گفت شما مردم بگید این راست میگه یا من میگم. مردم گفتن تو راست میگه، معلوم است که نوشتن مار باید این باشه، سواد نداشتن. حالا مسئله این است که اگه ملت با سواد بشه میفهمه که کی کلاشه. ملت که عقیده اهل سنت بدونه، لذا اون دو سفرم بستم. شما منو بردی تو تاریخ. آره آره بله. پس این یعنی یکی از جرقه هایی بود که برای باعث شد بله شما بله. به این فکر بیفتید که این راهی که برای شخصید راهی اشتباه بله کاملا. و شاید این رو گرایش سنی شدن رو هم در شما به وجود آورد. عرض کردم من موحد شدم وقتی که خارج اومدم، الحمدلله دوستان عالمایی رو دیدم که گفتم یه دو سه سالی طول کشید که من تا بین مسئله شیعه و سنی قرآنی شدم و حدیث رو قبول میکردم. باز اینجوری شد، حالا که شما پرسیدید بگم، اولین چیز رو من در کتاب بخاری دیدم که من رو آورد به عقیده اهل سنت. و به این صورت بود که یکی برای من گفت در کتاب بخاری حدیثی هست، چون من که دیگه از غلاف بدم اومده بود، حدیثی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که وارد مدینه شدن دیدن مردم درختای نر رو میزنن به درختای ماده. بله. گفت که این کارو نکنید، این فایده نداره. گمان میکنم فایده نداره. باز اون سال خرما کم شد. بله. و مردم گفتن یا رسول الله محصول ما کم شد. گفت شما بهتر میدونید امور دنیای خودتو خودتون رو. من اگه از طرف خدا چیزی بگم دروغ نمیگم، اما منم مثل شما یک رأی دارم. اینه که خوندم گفتم من مسلمانی هستم بر اساس کتب شیشگانه اهل سنت. خودم رو به اسلام جدید معرفی کردم. گفتم خب پس اینا این ظاهرا یک عیب پیغمبر اینا دارن میگن، بشر بودنش رو قبول دارن. چون ما همه جای قرآن میخوندیم قلنما انا بشر مثل کم. لذا به صورت یک باره نشد. البته من با علمایی که بودم، علمای خدا حفظ کنه، یکی از ابو صهیب مصری بود که حالا توی بحرینه، ایشون خیلی به من کمک کرد. یعنی اشکالات من رو میگفت، میپرسیدم دیگه. یک دفعه نمیشه دیگه آدم تا اشکالات خود برطرف کنه، کم کم باید بپرسید. مثال در مورد، حالا چون که پرسیدید بگم، در مورد امیر معاویه من اصلا ذهنم قبول نمیکرد و عرب ها هم معلم عربی که داشتم نمیتونست به من بفهمونه، چون توی محیط دیگه بودن. میگفتم نمیشه که با حضرت علی جنگیده. باز من کتاب من هر چیزی میخوندم، کتاب درسی افغانا رو خوندم. افغانا چون احناف هستن و ما مذهب شیعه در طول تاریخ درگیر بودن، اشکالات شیعه رو میدونستن. بله. تو کتاب درسی زمان شاه افغانا، یعنی کتاب درسی قبل از سال 57 زل 50 یعنی زمان ظاهرشاه، اونا میگن اعلی حضرت ظاهرشاه، گفت که آقا اگر شما امیر معاویه رو به عنوان یک خلیفه راشد بگید، خب نیست، خلیفه راشد نیست، اما اگر به عنوان پادشاه بگید از بهترین پادشاه هاست، چون که این خدمت ها رو کرده. اما این شش عیب هم داشته، یکی این که پسر خودش رو گذاشته، بله. یکی این که با حضرت با خلیفه راشد جنگیده از دلیل. و اونجا تا اینم نوشته بود که حجر ابن عدیر هم کشته و سه تا دیگه والا یادم نیست. خب گفتم پس این به این معنی درسته دیگه، به این معنی که اشتباهش قبول کنیم که این اشتباهات رو کرده، معصوم نبوده، معصوم نبوده، به این اشتباهات کرده، لذا این اشکالم اونجا برطرف شد با تحقیق.
الذين جاهدوا فينا سرهنیان سبولنا این همون واقعا کسانی که در راه ما تلاش بکنن الله تعالی میفرماید که ما راههای خود را به آنها نشان خواهیم داد. یعنی هر کسی که مثل استاد بزرگوار بخواد که راه حق و حقیقت رو پیدا بکنه، الله متعال بیشتر اون رو یاری و نصرت خواهد کرد، یعنی کلید رسیدن به حق و حقیقت رو به او نشان خواهد داد. واقعا تجربه های استاد ما رو بیشتر امیدوار میکنه به این که دیگر دوستان و بینندگان عزیز ما، همشهری های ما، هموطن های ما، آنهایی که هنوز نتونستن تصمیم خودشون رو بگیرند، واقعا مصمم بشن و بیان تحقیق بکنن، قرآن رو بخونن، سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم، کتاب امام بخاری رو همان گونه که استاد خوندند و به حق و حقیقت رسیدند بخونن، ورق بزنند و بدون پیش زمینه قبلی، بدون هر گونه تعصب و وابستگی، بدون هر گونه وابستگی به هوا و هوس شخصی و درونی خودشون بیان تصمیم بگیرند و آنچرا که حق دانستند بپذیرند. استاد بزرگوار، وقتی که شما خودتون تصمیم گرفتید که این دین رو ترک کنید و پس از اون به هر حال پس از گذشتن اون مراحل، پس از گذشتن اون مراحل اهل سنت رو یا مذهب اهل سنت رو انتخاب کردید، چطور تونستید که نزدیکان خودتون رو از اون اشتباهاتی که در اون واقع بودند نجات بدید؟ آیا واقعا تونستید؟ نه خیر، نتونستم و خودم رو تونستم از دست اونها نجات بدم و بیام خارج. و به اصطلاح چون که من گفتم تو ایران اصلا علنی نکردم عقیده خودم رو، من از راه حج اومدم به عربستان، در ایران من نگفته بودم که من میمونم اینجا. برایشون نامه نوشتم برای فامیلای خودم، ولیکن نامه اونقدر تأثیر نداره، شما باید توی با اونا باشی تا بتونی بهشون بگی. لذا به خارج که اومدم باز به عربستان اومدم. در اینجا ایرانی از رابطه عالم اسلامی بد میگفتن که وهابیست. بله، ما گفتیم اینو از همینا کمک میگیریم، نقشه مکه رو خریدیم و رفتیم اینا رو پیدا کردیم. خدا خیرشون بده، موقع رابطه ایران و عربستان خوب نبود، ولیکن واقعا به من اطمینان کردن و منشون گفت آقا منو بفرستید افغانستان، ایران دیگه نفرستید یا چیز به، چون اون وقت جهاد افغانستان یک جهاد مشهور در تمام دنیا بود، جهاد علیه روس بود، گفت ما رو بفرستید، چرا که هم زبانای ما هستن، و بریم در پیشاور پاکستان، چرا که اونجا مهاجرین افغان هستن. اروپا رو دوست نداشتم که برم، البته ازشون خواستم که اگه اینجا پناهندگی میدید اینجا میمونم، ولی اینجا پناهندگی ندادن و تونستن راه من رو باز کردن الحمدلله. من رفتم به پیش اونجا، در اونجا علما رو دیدم دیگه. بعد از این دوره سال چند بود که شما این سال 62 من هجرت کردم، 5 شهریور 62، یعنی تقریبا 30 سال شده دیگه هجرت کردم. ولی وقتی اونجا رسیدم توسط سنی ها به این راحتی پذیرفته نشدم. این یک درد بزرگ من بود که من وقتی که چون که شیعه تقیه داره متوجه هستید اطمینان نمی کردم. این یک مشکلی بود. اما ما گفتیم آقا شما که با ما نیستید، ما که با شما هستیم. اما علما باز کاری نداشتن، خصوصا علمایی که غیر افغان و غیر پاکستانی بودن، عرب ها بودن، اونها مثل که در سعودی به من سوء ظن نداشتن، اونا هم سوء ظن نداشتن. اما بیشتر سوء ظن ها رو ما از طرف هموطنان خودمون و از طرف همزبان های خودمون که افغان ها باشن داشتیم. حتی زندانی هم شدیم، تو زندان برای اینها ثابت شد، حتی رفتن در خونه ما پرسیدن تا این حد. سبحان الله، بردن رفتن تو ایران پرسیدن، اینقدر تحقیق کردن، آخه برایشون ثابت شد که ما نه کمونیست هستیم بلکه عقیده خودمون عوض کردیم. الحمدلله ما رو آزاد کردن. اما این سوء ظن بود. ببینید پذیرفته اینطور بود که من عرض میکنم حتی همین هموطنهای ما که اهل سنت بودن، چون که گفتم من اینا رو باز ملامت هم نمی کنم. خب استاد بزرگوار، اگر اجازه بدید وقت برنامه این قسمت از برنامه ما در واقع تموم شده و انشاءالله در قسمتهای دیگر و یا به اذن الله قسمت بعدی انشاءالله همین مبحث رو با استاد ادامه خواهیم داد. خواهش میکنم. بینندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما تشکر میکنم و همچنین از استاد بزرگوار کمال تشکر رو دارم و همه شما عزیزان رو به اتفاق استاد به الله بزرگ و متعال میسپاریم و در قسمت بعدی انشاءالله با شما عزیزان همراه خواهیم بود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.